بابا هیچی نگو، دارم اشکی تمسا میزن. سلام، من سجاد اثری هستم و شما دارین یه محوطه جریمه دیگر رو تماشا میکنین. این بار در قابی متفاوت در خدمتتون هستیم. کلن زدیم از بیخ و بن، همه چی رو عوض کردیم، تغییر دادیم، اما بپردازیم به اصل موضوع. این هفته میخوایم در رابطه با یک دعوای پیش اومده بین جواد نکونام و یحیی گل محمدی، سرمربیان استقلال و پرسپولیس، دو تا تیم معروف و محبوب، که این بحث و مشاجره و کلکل کلی واکنش و حاشیه و اتفاقات هم به دنبال خودش داشت. کلن یه چند وقتی هست این میگه من بهترم، اون میگه نه من بهترم، این یکی میگه من بیشتر سابقه دارم، اون یکی میگه نه من بیشتر تر سابقه دارم. آقا نکنید، زشته، این کارا زشته. اما این داستان از کجا شروع شد و این بحث و جدل استارتش کجا خورد؟ آقای جواد نکونام در کنفرانس خبری بعد از یکی از بازی لیگ برتر اومد صحبت کرد و گفتش که ما هم خیلی مشکل داریم، ولی ما مثل یه سری تیما مردیم، اشک تمساح نمیریزیم، اصلا مردونه رفتار میکنیم. چی میگه؟ میشه گفت به نوعی این صحبت یک کنایه ای بود، احتمالاً حالا برداشت من، آقای گل محمدی و همه این بود که یک کنایه ای بود به سرمربی پرسپولیس بابت ایرادات و حالا مشکلاتی که در واقع وجود داشت در قراردادها، در پرداختها، نمیدونم در نهار دادنها، کلن یه سری بحثایی بود و پرسپولیسیا نسبت به یه سری چیزا شاکی بودن. جواد نکونام اینجوری کنایه زد به پرسپولیسیا. اما من یه سوالی دارم آقای نکونام، شما هر هفته، من که نبودم، که شما بودی هر هفته میومدی میگفتی پول ما رو ندادن، فلان تیم استقلال اینه، اونجای استقلال اونجوریه، پس کی بود اینا رو میگفت آقای نکونام؟ نه جدا، کی بود؟ شما به من بگو. شما الان مثلا اینا اشک تمساح حساب نمیشه برات؟ اشک مثلا کروکودیله؟ اشک گاندوه؟ اشک چیه؟ خب برادر عزیز، شما هم هر هفته، هم خودت و هم بازیکن، حالا مشکلاتی وجود داشت، ما اینا رو کتمان نمی کنیم، ولی می اومدیم می گفتیم مشکل هست، مشکل داری، مشکل داری. اما این صحبت های جواد نکونام بی پاسخ نموند و یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، واکنش نشون داد. گفت هر کس و ناکسی حق نداره بیاد در مورد ما حرف بزنه، ما کی گفته اصلا قهریم، ما دوستیم، با هم اینجوری همه ماچ بغل بوس، همه با هم اوکییم و هیچ مشکلی وجود نداره. یه سری مسائلی بود، اینا ما باید حقمون رو می گرفتیم. و جواب داد با آقای نکونام، مشخصا هم خب کس و ناکس، اینجا مخاطب آقای نکونام بود و صحبتایی که انجام داده بود. اینجا من جا داره واکنش نشون بدم به صحبتای آقای گل محمدی و بگم که خب شما یه مدت تمرین قهر کردی نرفتی، بعد با بازیکنها حالا یک سری بحثای پیش اومد، بعد بازیکنها یک بحثای پیش آوردن، بعد آقای درویش خودش یک سری مطالبی گفت، به هر حال باشگاه پرسپولیس هم دوچار حاشیه شده بود دیگه، چرا گردن نمیگیری دوست من؟ و نکته بعدی که وجود داره اینه که آقای گل محمدی به جواد نکونام گفته ناکس. فکر کنین الان بفهمه ما اینا رو داریم بهش میگی، به ما میخواد چی بگه؟ خدا به خیر کنه. کلن این دعوای داره بالا میگیره، جواد نکونام از اون ور، یحیی گل محمدی از این ور. و بعد من یه صحبت دیگه هم دارم. حالا جواد نکونام گفت اشک تمساح و اینها، من یاد یک صحنه غم‌انگیزی افتادم، اینو در آیتم‌های قبلی هم اشاره کردم، اونجایی که آقای یحیی گل محمدی توی یه ماشین مولتی میلیاردی نشسته بود و خیلی ناراحت بود، یه حزنی تو چشمانش، صورتش، اصلا غم رو به وجود آدم ساطع میکرد اون ناراحتی آقای گل محمدی. ما البته اعتقاد داریم که اون اشک تمساح نبوده، اون اشک واقعی بوده، ولی خب به هر حال مشکلات وجود داشته آقای گل محمدی، شما هم تکذیب و کتمان نکنین بهتره. البته کار توهین سرمربی‌های لیگ برتری و از جمله جواد، ببخشید، یحیی گل محمدی در واقع به دیگران اینجا تموم نمیشه و یحیی گل محمدی تو همون نشست که به صحبت‌های نکونام واکنش نشون داد، به صحبت‌های مرایس هم واکنش نشون داد و گفت آقای مرایس الان تحت فشاری، یه حرفایی می‌زنی بعداً پشیمون می‌شی. دست شما پر نکنه. این جمله یک ذره همچین بهش میخوره تهدید باشه. یعنی بازی سپاهان پرسپولیس که برگزار میشه، یهو می‌بینیم مثلا گل محمدی از این ور میاد، بعد مثلا مرایس هم از این ور میاد، فیس تو فیس میشن. یهو گل محمدی اینجوری نگاه میکنه. Yeah, say my name.
بعد مثلا اونم دیگه هایزنبرگ. احتمالا گل محمدی و مورالس هم یه همچین برخوردی با هم داشته باشه. این صحبت ها و در واقع جدل ها واکنش های مختلفی در پی داشت و مثلا آقای درویش به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اومدن واکنش نشون دادن که از سرمربیشون دفاع بکنن. آقای درویش چجوری دفاع کردن؟ با حمله. چی من آورده اینجا؟ چیه؟ تکنیک آقای درویش زیباست. آقای درویش بسیار تاکتیکی و تکنیکیه. منو یاد رونالدینیو میندازه. اومد به استقلال تیک انداخت آقای درویش و همیشه آقای درویش در واقع به این موضوع اعتقاد داره که بهترین دفاع حمله است، رو به جلو. همون روزی هم که آقای درویش رفت تو ماشین خوابید، در شیشه رو می‌زدم گفتن آقای درویش شناختیمت، میگفت نه نه این من نیستم، من خوابم. همون روزا هم آقای درویش داشت حمله میکرد. این دفاعی بود که در قالب حمله ما دیدیم و به حال این قضیه ها تکراری نمیشه واقعا تو فوتبال ایران. هر هفته یک مدلی یک جوری ما داستان ها داریم کلا. البته یه مسئله هم که آقای درویش بهش اشاره کردن این بود که این آقای بلانکویی که استقلال به خدمت گرفت ما خودمون میخواستیمش، بعد یحیی گل محمدی گفت نمیخوایمش در واقع و جذب نشد. استقلال رفت بلانکو رو جذب کرد و چجوری اونا 310 میلیارد مثلا بودجه دارن و قراردادهای فلان، این بحثا رو آقای درویش مطرح کرد که من جا داره یادآوری بکنم که آقای درویش شما ممکنه که کنترل مهمانان فرودگاه امام در زمان حضور رونالدو در ایران رو در اختیار داشته باشید، ولی شما کنترل همه بازیکنان که در اختیار نداری. خب دیگه نخواستیش، طرف رفته استقلال. بعد مسئله‌ای که وجود داره اینه که آقای بلانکو اصلا چه میدونسته استقلال و پرسپولیس چیه؟ اون بهش گفتن بیا بریم ایران. حالا مثلا فکر بکنید از بلانکو مثلا پارسال میپرسیدن که مثلا میشناسی اسطوره های استقلال؟ خب به طب احتمال اینکه اطلاعات زیادی داشته باشه بلانکو کمه. حالا شما هم دیگه اون قضیه بلانکو رو کش نده، شما بی خیال آقای درویش، به جای کنترل بازیکن های مختلف همون فرودگاه امام و مهمانانش و اینا رو کنترل بکنین بهتر. بعد از این صحبت ها و این واکنش ها به یک بار حمیدرضا رجبی اومد مصاحبه کرد در کنفرانس، گفت صحبت های یحیی گل محمدی اهمیتی نداره. یوهو جواد نکونام اومد مصاحبه انجام داد در رابطه با یحیی گل محمدی. آقای نکونام گفتش که من باید جواب اینها رو همون روزی میدادم که با فولاد تونستیم ببریمشون و این داستان ها. من یک فلش بک میخوام بزنم. آقای نکونام شما اون روزی که بردین یه استوری زدین، یه سری شغال ها و کفتار ها اینا تو استوری تو گفتین همون روزی که بردین و یه بحث و جدلی هم داشت. خب شما اگه اون موقع جوابو ندادی و شغال و کفتارها جواب نیست، پس چی جوابه؟ ما نباید اجازه بدیم آقای نکونام عصبی بشه، این خشمشو بخواد ابراز بکنه. همه باید سنگر بگیریم که شغالها و کفتارها توی استوری برای آقای نکونام جواب ندادنه. تازه جواد نکونام یه چیز دیگه هم گفت، گفت به جدم نیستین در حدم. حالا اینو نمیدونم با همین کیفیتی که من گفتم گفت، ولی گفت منظور این بود که به یحیی گل محمدی بگی که نیستی در حد. چقدر آدم بی تربیتی هستی تو. اما شما فکر میکنید که الان سطح اروپا مثلا اگر بود کار همینجا تموم میشد، دیگه هیچ بحثی نداشت، با هم دوست میشدن، اتفاقات، مشکلات، درگیری ها تموم میشد، ولی اینجا ایرانه، از این چیزا نداریم. بعد از این اتفاقا یحیی گل محمدی اومد مصاحبه کرد، گفت من اصلا کسی که بلد نیست به بزرگترش احترام بذاره رو جوابشو نمیدم. اصلا اون موقع یحیی گل محمدی اومد گفت به جدم نیستی در حدم. بعد حالا مسئله‌ای که وجود داره اینه، آقای گل محمدی شما قبلش یه بار جواب جواد نکونامو داده بودی. بالاخره جواد نکونام یا ثغر سنی داره که از شما بزرگتره، کوچیکتره، فلان، ما نفهمیدیم. اگه بزرگتره که الان چی میگی؟ اگه کوچیکتره چرا اون موقع جوابشو دادی؟ خب همون موقع دفعه اول میگفتی ایشون بلد نیست به من احترام بذاره، من جوابشو نمیدم. بعد همون زمانی که در واقع فولاد حضور داشتن آقای نکونام، اون موقع هم با پرسپولیس درگیری داشتن، یعنی پرسپولیس اون بازی رو باخت. یحیی گل محمدی اومد مصاحبه کرد توی کنفرانس، گفتش که اصلا این بازی تعفن برانگیزه، لجن بود این فوتبال، اصلا حالمون به هم خورد، این چه وضع بازی کردنه و خوشمون نیامد. جواد نکونام هم همون استوری که گفتم دیگه، شغال ها و کفتارها، اونو استوری کرد و واکنش نشون داد. کلا دعوا و درگیری این دوتا مربی قضیه ای نیست که مربوط به همین الان باشه و یه سابقه ای هم داره و سال گذشته هم یه سری جنجال ها رو شاهدش بودی.
از اینها که بگذاریم، مدیریت استقلال هم واکنش نشون داد و واکنش مدیریت استقلال چی بود؟ آقای خطیر در مصاحبه تلویزیونی اومدن گفتن که بابا آقای نکونام پر افتخارترین لژیونر فوتبال ایرانه، پر سابقه ترینه، این حرفا زشته. و من پیشنهادم با آقای خطیر اینه که با توجه به اطلاعات دقیقی که شما از فوتبال دارین و آماری که ارائه میدین، به جای اینکه اسپانسرینگ برین مثلا یه موبایل فروشی، برین با اپتا، با سوفا اسکور مثلا از این شرکت ها قرار داد ببندی. شما که اینقدر حاضق این آقای خطیر در رابطه با اینکه کی لژیونر بهتریه، سابقهش بیشتره فلان. بعد این وسط وحید هاشمیان ناراحت شد، یه عکس استوری کرد وحید هاشمیان از خودش در زمانی که در آلمان بازی میکرد و واکنش نشون داد نسبت به این اتفاقات. آقای وحید هاشمیان شما چرا؟ اصلا کسی کاری به شما نداشت، اون دوتا عزیز داشتن با خودشون بحث میکردن، حالا قبلا با هم تو تیم ملی هم شاید مشکلاتی داشتن، قبلا پارسال هم مشکل داشتن. شما آقای هاشمیان اصلا کسی به شما چیزی نگفت. حالا باز مثلا اگه علی دایی ناراحت میشد میگفتش که چرا مثلا این حرف زده، شما میگفتید آقای هاشمیان شما که اون کنار داشتی برای خودت بازیتون میکردی، مربیگریتون که کارتون میکردی، ماسک میخوردی، چی کار داشتی این وسط؟ این اصلا کاری به شما نداشتن. بعد تازه جالبه آقای خطیر گفت جواد نکونام از لحاظ لژیونر درجه یک تو ایران و فوق‌العاده عمل کرده و اصلا بهترینه. خود جواد نکونام قبلا مصاحبه کرده بود، گفته بود مهدی مهدوی کیا موفق ترین لژیونر ایرانه. اینها مسئله هایی که عزیزان ما بهش مشکل میخوریم و ما نمیفهمیم که با خودمون چند چندیم، با دوستان چند چندیم. یه سری افراد خارجی دیگه هم اومدن در رابطه با این مسائل اظهار نظر کردن. مثلا بهروز رهبری فرد گفته بود که مثلا این افتضاح ترین چیزیه که من توی فوتبال ایران دیدم و این چه کاریه، زشته، نکنیم بابا، این دعوا رو نداشته باشین. یا مثلا آقای فکری اومدن گفتن که بعد این مربی ها با هم دوست باشن، شما قبلا هم تیمی بودین، زشته این دعواها، و به صلح دعوت کردن این دو عزیز رو، که من تشکر میکنم از آقای فکری به خاطر نقش پررنگشون در این اظهار نظر. مثل سازمان ملل عمل کرد آقای فکری، اون طرف گفتش که به صلح دعوتتون میکنم، با هم آرام و خوب باشید، ولی هیچ تأثیری هم نداره، سازمان ملل هم مثلا فقط محکوم میکنه. آقای فکری هم به نوبه خودش محکوم کرد. بابا دمت گرم. و از اون طرف حمید درخشان اومد مصاحبه کرد، گفتش که آقایان به جای اینکه با هم دعوا بکنن، برن مشکلات تیمشون رو برطرف بکنن. چشم عباس آقا. خلاصه که ما همه جور اظهار نظری در رابطه با دوتا از موفق ترین مربیای حال حاضر لیگ برتر کشورمون شنیدیم، دیدیم و خوبیت نداره دیگه. با هم دوست باشید، حالا گذشته ها گذشته، گذشته بر نمیگرده آقایون، با هم دوست باشید، در صفا، در صمیمیت به کارتون ادامه بدید. نه آقای فکری نگفت با هم دوست باشید، آقای درخشان که گفت برید مشکلات تیمتون رو حل بکنید. آقای درخشان نگران ماست، حواسش به همه چیز هست، داره بررسی میکنه، نگران تیم ملی امید هم بودن و اونجا هم دوباره یه سری اظهار نظرهایی داشتن. خلاصه که اینا رو بذارید کنار. در انتهای آیتم با ضمن بازم که البته نباید بگم، ضمن عرض خداحافظی و اینکه باید مراقب سلامتیتون باشین تا هفته بعد، شما رو دعوت میکنم یک ویدیویی ببینید از اون قدیم ندیما که یحیی گل محمدی و جواد نکونام با هم مشکل نداشتن. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. مخلصیم.